این تهمتی که از گناهان کبیره است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه، گاهی وقتا واجب میشه که این آخوند اگر آبرو داشته باشه ساقط بشه در جمعیت. برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دوری بفتن هم واجب است، شبه هم را واجب است. من اصلا پوال سوی نرفتم. اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیم؟ بهت رحم نکردم، بدبخت. امروز یک فاحشه جاسوسه کردیم. به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی 3 نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. گفتن که آقای شدمداری با کمال بیخیالی و آسودگی وجدان گفت اینا مطرح نیست، وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست. من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیمی با آقای خامنه‌ای بدم، ولی وقتی که میبینیم جلوی چشم ایشون مردم رو بدنام کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، نمایندگان شما، با شما هیچ کاری نمی‌کنید. سکوت و دل بر رضا میگیرم. اینها مخالف نظام رو محدور الارض میدانند، یعنی دیگه آبروش احترام ندارند. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشون نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انترسه. علت پخش نشدن سری جدید مسابقه مشخص شد. اونطور که فاش شده، علت توقف تولید و پخش این برنامه جنجال بر سر یک پرونده در تورنتوی کانادا درباره جنایتی هولناکه که دامنگیر عوامل این شبکه شده. بنابر اونچه که در شبکه‌های مجازی و به نقل از قربانی این ماجرا افشا شده، یکی از خانم‌های شرکت کننده در این مسابقه از سوی عوامل تهیه این برنامه مورد هتک حرمت قرار گرفته و در پی این ماجرا نسخه‌های کما بیش متفاوت از این اتهام زمانی در شبکه خبر صدا و سیما و حداقل 10 رسانه دیگه در کنار نام و عکس 1-2 چهره تلویزیونی منتشر شد. اتهامی که به گفته مطرح کنندگان اون ابتدا در سایت ایرانیان کانادا به انتشار رسیده بود. داستان در نگاه اول متقاعد کننده به نظر می اومد، اما سایتی که ادعا می شد منبع خبره به کلی ساختگی بود. آدرس سایت واقعی ایرانیان کانادا iranian-canada.com هست. کسانی یک سایت تقلبی درست کرده بودند که شبیه سایت اصلی بود، اما آدرس اینترنتی اون یک فرق کوچیک داشت. یعنی به جای اینکه آخر آدرسش نقطه .com داشته باشه با نقطه .tk تموم میشد. در این سایت ساختگی داستان جعلی تجاوز با ذکر جزئیات منتشر شده بود. بعد تعدادی از سایت‌های حامی حکومت ایران همین خبر دروغ رو بعضن با اضافه کردن بخش‌های جدید انتشار داده بودند. نمونه‌ای که ذکر شد تنها یکی از صدها مورد مشابه بدنام کردن فعالان عرصه عمومی با داستان‌های ساختگیه. اتهاماتی از این قبیل به کرات در وبسایت‌های خاص، خبرگزاری‌های رسمی یا حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شدند. از اونجایی که به طور طبیعی سازندگان این نوع داستان‌ها نسبت به غیرواقعی بودنشون آگاهی دارن، انتشار پی در پی اونها در رسانه‌های حکومتی احتمالاً مبتنی بر یک چارچوب توجیهی مشخصه، چارچوبی که لابد در حکومتی که خودش رو یک نظام دینی معرفی می‌کنه باید ریشه در نوعی برداشت مذهبی داشته باشه. من مدت‌ها پیش و مشخصاً از اسفند 1392 تا خرداد 1394 به عنوان یک کنجکاوی شخصی و تحت عنوان سید حسین بنده خدا سوالی رو برای 11 مرجع تقلید شیعه فرستاده بودم تا واکنش‌های اونها رو مشاهده کنم. موضوع پرسش من رسانه‌هایی بودن که از نظر این مراجع واقعاً به اصطلاح زاله باشن، با فرض اینکه سوال کننده اونها رو قابل دفاع ندونه. در متن پرسش به جای استفتاهای کلیشه‌ای در این حد که مثلا تهمت بد است یا نه که جوابشون از پیش معلومه، به طور مشخص اومده بود آیا مؤمنانی که غیرت دینی دارند مجاز هستند برای جلوگیری از تاثیرگذاری رسانه‌های زاله بر افکار عمومی و برای آنکه کارکنان و سخنگویان چنین رسانه‌هایی را از چشم مردم و جوانان بیاندازند
در مواردی که اطلاعات کافی راجع به مفاسد این کارکنان و سخنگویان وجود ندارد، علیه آنها از حربه تهمت، یعنی انتشار مطالبی که لزوماً صحت ندارند، استفاده کنند. مراجع تقلیدی که از طریق بخش استفتای آنلاین سایت‌های خودشون مخاطب پرسش بالا قرار گرفتن، عبارت بودند از آقایان علی خامنه‌ای، علی سیستانی، حسین وحید خراسانی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، موسا شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، محمد علی علوی گرگانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی. از میان دریافت کنندگان استفتا، دفتر آیت الله خامنه ای از اظهار نظر در مورد موضوع سوال که در دو نوبت به بخش استفتاءات فرستاده شد خودداری کرد. دفعه اول با این جواب که سوال شما پاسخی ندارد و دفعه دوم با ذکر اینکه نامه شما جنبه فقهی ندارد، اما در صورتی که قابل پاسخ باشد به آن پاسخ داده خواهد شد، که نهایتاً نشد. دفتر آیت الله وحید خراسانی هم گفت که به این نوع سوالات پاسخ نمیده، هرچند به طور کلی به ارسال مجموعه ای از احکام امر معروف و نهی از منکر پرداخت. اما 9 مرجع دیگه جواب دادن که تهمت زدن به افراد مورد اشاره در استفتا رو غیر مجاز میدونن. البته پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی غیر مستقیم و به این صورت بود که اگر افرادی علناً کارهای خلاف انجام بدن، میشه در مورد همون کارها غیبت کرد. یعنی مثلا میشه کارهایی که واقعا کردن رو بازگو کرد و نه اینکه کارهایی که نکردن رو بهشون نسبت داد. در این حال در پاسخهای 2 نفر از مراجع، یعنی آیت الله سیستانی و آیت الله موسوی اردبیلی که بعدها در آذر 1395 درگذشت، اشاره معنیدار به روایتی در مورد بهتان به اهل بدعت وجود داشت. این 2 مرجع گفتند که آن روایت توجیه کننده تهمت زدن به کسانی که موضوع سوال هستند نیست. روایتی است که زمانی که شما مردم با اهل ریبه و بدعه، یعنی اهل شبه و بدعت در دین مواجه شدید، نسبت به اینها را از چشم مردم بیاندازید، از اونها بدگویی کنید، غیبتشون بکنید و بعد باهتوهم، این واژه باهتوهم که آمده، این تا حدود قرن دهم ازش اینو میفهمیدن که شما به گونه رفتار بکنید که اونها رو با آوردن استدلال مبهوتشان بکنید. خب بعد زمان مجلسی وقتی این روایت رو داره شهر میده، یک احتمال دیگر هم میده و میگه که احتمال هم داره که معنای باهتوهم یعنی بهتان بهشون بزنید. بعد خودش میگه اما معنای اول ازهره، یعنی این که مبهوتشون کنید با استدلال، این ظاهرتره برود. در حدود تا حدود قرن 12 متاسفانه در بین فقهای ما اون معنای دوم ظهور بیشتری پیدا کرده. به نوشته محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم، برخی از کسانی که روایت مورد بحث رو جواز تهمت زدن به اهل بدعت میدونن، در واقع معتقدن چه مانعی دارد که تهمت زدن به آنها به خاطر مصلحت جایز باشد و چه مصلحتی بالاتر از آن که با تهمت زدن، مثل آنکه فلانی دزد است و یا کافر شده و یا اهل زنا و لواط است، او را مفتضح و بیابرو کنیم تا مردم از او فاصله بگیرند و دینشان حفظ شود. با این تهمت هرچند یک نفر بیابرو می شود، ولی دین و ایمان جامعه سالم می ماند. مرتضی مطهری، شاگرد معروف آیت الله خمینی و از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی که در سال 1358 ترور شد، اشاره معروف به چنین برداشتی از روایت ذکر شده دارد. بعضی آدمای کم سواب این باهتوهم را اینجور معنی کردن، یعنی تهمت بهشون بزن، یعنی دروغ بهشون بزن. بعد میگن آقا اهل بدعت دشمن خدا هستن، خب من دروغ علیه او جعل میکنم. بعد یه کار دیگه میکنه، با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشه میگه این ملعون اهل بدعته، صغرا و کبرا حسابی تشکیل میده. با هر کسی دشمنی شخصی داره میگه من ایرا اهل بدعت میدونم، بعد شروع میکنه به دروغ جعل کردن علیه. شما ببینید اگر جامعه ای به این بیماری مبتلا باشه،
که دشمنهای شخصی خودش را اهل بدعت بداند، بعدم حدیث راه جوم را معنیش میتونه دروغ جمع کن، بعد ببینید دیگه با دشمن خودش چی میکنه. اون وقت این است که شما میبینید که هی دروغم در دروغ جمع میشه، دروغم در دروغ جمع میشه، دروغم در دروغ جمع میشه. با وجود این به نظر میرسه استاد آقای مطهری یعنی آیت الله خمینی در زمان اقامت در نجف حداقل در یک نوبت تهمت زدن به روحانیونی که به عقیده او تفکرات انحرافی داشتن رو علناً جایز دونسته. اینایی که جایز است غیبتشون در یک روایتی در بعضی از سال الان یادم نیست که تهمت هم به اونا، این تهمتی که از گناهان کبیر است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه، گاهی وقتا واجب میشه که این آخوند اگر آبروی داشته باشه ساقط بشه در جمعیت. اگر این ساقط نشد در جمعیت امام زمان را ساقط میکنن، اسلام را ساقط میکنن، اینا باید ساقطش کرد. در سال 48 رژیم شاه در تبلیغات خودش برخی روحانیون رو که روابط حسنه باش داشتن رو برجسته میکرد. آقای خمینی اینها رو روحانی درباری میخوانه و به نحوی به پیروان خودش این مجوز رو میده که برید با اینا برخورد بکنید. امثال اینایی که به اسلام اینجور لطمه ها دارن وارد میکنن، به اسم فقه ها اسلام، به اسم علماء اسلام دارن اینجور مفسده ها در جوامع ما ایجاد میکنن، اینها رو مردم موظفن، این جوان های غیور ما موظفن که اینها رو کتکشون لازم نیست خیلی بزنن. این صحبت بخشی از دروس ولایت فقیه در نجف. در متن این کتاب مشخصا صفحه 148 همین که مؤسسه آقای خمینی خودش منتشر کرده این مطلب آمده، اما این جمله ده آنها تهمت بزنید از توش حذف شده. بعضی از فقهای معتمد آیت الله خامنه ای رهبر فعلی ایران هم به صراحت تهمت زدن به اهل بدعت رو جایز دونستن. به عنوان نمونه محمد مؤمن قمی از فقهای شورای نگهبان و مسئول گرفتن امتحان اجتهاد از کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان تاکید داره که در موارد خاص به گفته او دادن نسبت زنا و لواط به اهل بدعت هم غیر ممکن نیست. میگه که امور سه قسمه، برخیشون معلوم الکذب است، بعضشون معلوم الصدق است، بعضشون مشکوک الصدق است. به زبان ساده بگیم یعنی بعضشون رو ما مطمئنیم راسته. حالا اگر من بخوام با این سبش بکنم، مثلا بهش بگم که تو آن کسی هستی که زنا کرده، میگه چون معلوم الصدقه اینجا اشکالی نداره، با این شیوه میتونیم که راسته میتونیم از چشم مردم بیاندازیم. اما اگر معلوم الکذب باشه، یعنی ما مطمئنیم این فکرش با ما سازگار نیست، اما به لحاظ عمل این دست از پای عمل اخلاق خطا نکرده، اینم میگه نه مجاز نیست ما به ایشون بیام نسبت ناروا بدیم. شق سوم جای اتهامی است که مشکوک و صدق باشه، یعنی ما نه یقین داریم راسته نه یقین داریم دروغه، احتمال میدیم مشکوک هستیم راسته یا دروغه. میگه اینجا اشکالی نداره. این تبصره که ایشون اینجا زده که بعد از یه انقلت و قلت اومده، یعنی بعد از یه اشکال و جواب اشکال آمده، عملا دست نظام رو باز میکند که با این تبصره بیاد اتهامات رو نوعا مشکوک و صدق فرض بکند و در نتیجه مخالفین خودش رو به این امور متهم بکند. سوء استفاده جنسی یک انتشار کرده روابط خاصیه که تصویر کمرنگتر اون در لایه‌های پنهانی برنامه‌های این شبکه. بخشی از این شایعات اساساً احتیاج به ارائه مدرک نداره. مثلا شما فرض کنید وقتی اتهام جنسی به کسی میزنید، همون قدری که کسی که اتهام میزنه این امکان رو نداره از نظر مردم که شایعه رو به طور کامل اثبات بکنه، از طرف دیگه همون کسی که این اتهام بهش زده شده امکان جدی در اختیار نداره برای اینکه خلافش رو در حقیقت به اثبات برسونه. اینجا در حقیقت ما توی فضایی قرار میگیریم که فضای بیشتر از نظر من شک و شبهه است. یعنی همینی که یه جرقه کوچیکی در ذهن کسانی که مخاطب اون شایعات هستن
در ارتباط با وجهه اجتماعی و اخلاقی و مشروعیت اون افراد ایجاد بشه، گاهی اوقات برای تولید کننده شایعه کافی قلمداد میشه. عبدالکریم سروش اسلامشناس روایتی رو از ماجرای انتشار یک اتهام امنیتی علیه خودش در روزنامه کیهان نقل کرده که زمان وقوع اون به تابستان 1374 برمیگرده. من در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دعوت شدم به آلمان برای ایراد چند سخنرانی. یکیش در دانشگاه بن بود و یکیش هم در وزارت خارجه آلمان. سخنرانی عمومی هم بود در باب مسائل فرهنگی. این سخنرانی تمام شد و بقیه کارهای من در آلمان و من به ایران برگشتم و دیدم قوقایی است. روزنامه کیهان مقاله‌ای رو منتشر کرده بود و در آنجا رسما به من تهمت زده بود که فلانی برای جاسوسی به آلمان رفته و در حضور دیپلمات‌ها لابد پاره ای از اسرار فاش نشده نظام رو نزد اونها فاش کرده است. چند روز پس از این ماجرا جناب آقای مهاجرانی که خب از دوستان دیرین من بود و در اون موقع ایشان معاون پارلمانی رئیس جمهور بود، با هم ملاقات کردیم و ایشان به منزله یک خبر ویژه به من گفتن که جلسه ای داشتن با پاره از ارباب مطبوعات و دیگران و اونجا فرصت رو مغتنم شمردن و رفتند پیش آقای شهرت‌مداری و به او گفتند که این نکات چه بود که شما در روزنامه آوردی؟ شما که خودت میدونی که فلانی اهل این کارها نیست و ثانیاً به فرض هم بخواد از این کارها بکنه، خبرهای سری نزد او نیست، او چه میدونه از مسائل مملکت که بخواد اینها رو بره و این رازها رو نزد بیگانگان فاش کنه؟ مهاجرانی میگفتن که آقای شهرت‌مداری با کمال بیخیالی و آسودگی وجدان این سخن من رو شنید و شانه ها رو بالا انداخت و گفت اینا مطرح نیست، وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست. این خلاصه استدلال ایشان بود و البته آقای شهرت‌مداری این رو از خودش نمیگفت و نمیگوید و یا دیگرانی که از این کارها میکنن، اینا تعلیم دیده پاره از روحانیان هستند که بنابر اون روایت ضد اخلاقی اینها رو قانع کردند که تهمت زدن رو حتی وظیفه شرعی خودشون بدونن و منتظر پاداش از حضرت باری تعالی هم باشن و به خیال خودشون منحرفان و کجروان و بدعتگذاران و ناراستان و ناپاکان رو از میدان بیرون کنن تا اینکه تمام قدرت در چنگال و سیطره خودشون باشه. به هر ترتیب اعتقاد عده‌ای از مدافعان حکومت به مباح بودن تهمت به اهل بدعت، هرچند ممکنه مواردی از انتشار اتهامات در رسانه‌های حکومتی رو توضیح بده، اما طبیعتاً تمام این موارد رو نمیتونه توضیح بده. در این نگاه کلی‌تر به نظر میاد بسیاری از تهمت‌هایی که علیه منتقدان حکومت منتشر میشن به این صورت توجیه میشن که انگار وقتی پای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران در میون باشه، ملاحظاتی در حد آبروی منتقدان از اهمیت خیلی زیادی برخوردار نیستن. البته از رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرهای جداگانه‌ای در مذمت تهمت علیه افراد ثبت و ضبط شده، اما برخی از دیدگاه‌های تئوریزه شده در ارتباط با اختیارات حکومت دینی به طور اجتناب ناپذیر به رواج رویه‌های خاص در برخورد با منتقدان حکومت منجر میشن. مثلا این دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی که در موارد خاص برای حفظ اسلام انجام برخی از کارهای به اصطلاح حرام هم مجاز میشه. اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه، احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه من باید از من بریم تا حفظش کنیم. جاسوسی فاسد بگیم، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر واجب است.
آیت الله خمینی یک سال و نیم قبل از درگذشتش تا به اونجا پیش رفت که در نامه خطاب به علی خامنه ای رئیس جمهور وقت تأکید کرد که مصلحت حکومت اسلامی حتی از رعایت احکام دینی هم اهمیت بیشتری داره. به گفته او، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. آیت الله خمینی یک سراندیشه داشت، یک اندیشه بنیادی داشت، اینکه حفظ نظام به هر قیمت. و چون چنین دیدگاهی داشت که البته این رو میشه و تصریح داد به حفظ اسلام به هر قیمت، چون پیش از انقلاب رو اسلام تکیه میکرد، روی بعد از انقلاب بیشتر روی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی که محصول تلاش‌ها و زحمات خودش هم بود چیز داشت. چون این فکر رو داشت، این اندیشه رو داشت، فکر ایشون، عمل ایشون این راه رو باز کرد برای متهم کردن مخالفان یا دیگر اندیشان یا کسانی که یه جور دیگه فکر میکردن یا جور دیگه عمل میکردن. و به همین دلیل در ارتباط با علما، روحانیون، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران از بهتان و افترا و دروغ و بی‌آبرو کردن و حک حیثیت و حرک حتمت نسبت به همه از این ابزار استفاده شد. و این مسلماً در روندی که در طول دوران بعد از انقلاب در دهه اول و بعدم ده تا در دوران آقای خامنه‌ای که امروز گسترش بیشتری پیدا کرده قطعاً نقش بسیار مهم و مؤثری داشته. در فقه یک واژه‌ای داریم به نام محذور الدم، یعنی کسی که خونش مباهه، که البته من این رو مناقشه کردم ولی بلا سنتی وجود داره. مثل این میشه یه واژه دیگری درست کرد به نام محذور الارض، یعنی کسی که آبروش مباهه، یعنی آبرو نداره. و اینها مخالف نظام رو محذور الارض میدانند. عملا کسی که به خط قرمز نفی نظام دینی رسیده باشه، نقد کرده باشه، یعنی دیگه آبروش احترام ندارد. کسی که آبروش احترام نداره میشه بهش دروغ نسبت داد، میشه بهتان بهش زد، میشه تهمت بهش زد، میشه هر گونه که میشود او رو بی‌آبرو کرد. در سال 1360 به دنبال تصویب لایحه قصاص و مخالفت جبهه ملی با اون، آیت الله خمینی در سخنرانی معروفی در 25 خرداد این تشکل رو مرتد دونست و محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی رو غیر مسلمان اعلام کرد. سال 1360 بود. دانشگاه ها هنوز باز نشده بود. ما عضو ستاد انقلاب فرهنگی و منصوب آقای خمینی بودیم. ما که عرض میکنم یعنی بنده و آقای دکتر علی شهرمداری استاد دانشگاه تربیت معلم و آقای جلال الدین فارسی. ما رفتیم به دیدن آقای خمینی. گزارش ها که تموم شد و مسائل دانشگاهی که خاتمه یافت، گویا دکتر شهرمداری از قبل تصمیم خودش رو گرفته بود، حتی با ما هم در میان نگذاشته بود. دکتر شهرمداری قبل از انقلاب نزدیک بود به جبهه ملی، ولذا سخنرانی که آقای خمینی در همون ایام کرده بود و در اون سخنرانی به جبهه ملی حمله کرده بود و مصدق رو رسماً غیر مسلمان خوانده بود، این سخنرانی خیلی سنگین آمده بود بر آقای شریعت مداری. اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون. اون هم مسلم نبود. گفت میخواستم از محضر حضرت عالی بپرسم که این که گفتید مصدق مسلمان نبود، آیا اطلاعاتی خدمت شما رسیده بود؟ تقریبا با همین الفاظ آقای خمینی یه فکری کرد و سری پایین انداخت و دوباره سرش رو بلند کرد و گفت بله، اطلاعات که بسیار، خبرها که زیاد بوده. مثلا مثالی که ایشان زد این بود، گفت آیت الله خادمی که از بزرگان اصفهان بود و مجتهد شهر بود، آیت الله خادمی به من گفت، به آقای خمینی، که ما قبل از انقلاب با پاره از اعضای جبهه ملی جلسه داشتیم، گاهی دکتر مصدق هم می آمد، یک بار میخواستیم نماز بخونیم، مصدق نمیدونست که نماز عصر چند رکعته. ما به هم نگاه کردیم و هیچی هم نگفتیم، برای اینکه خب همه ما میدونستیم که یک کسی اگه نداند نماز عصر چند رکعته که کافر نمیشه که.
یه کسی سراسر عمرش نمازم نخونه کافر نمیشه که، گیر هم که یه مسلمان گناهکاره و دیگه کفر نیست که. ما هیچی نگفتیم، ولی جلال فارسی به سخن در آمد. جلال فارسی گفت ولی آقا من به شما یک اطلاع دیگری بدهم، من در مدرسه کمال کار میکردم. مدرسه کمال مدرسه بود که مرحوم دکتر صحابی اون رو دایر کرده بود و اونجا خودم شاهد و حاضر و ناظر بودم که مرحوم دکتر مصدق وجوهات شرعیش رو، خمسش رو، صدقات و انفاقاتش رو به اون مدرسه میداد برای اینکه مدرسه رو تقویت کرده باشه و خب این دلالت بر اعتقاد او داره، دلالت بر التزام عملی او داره به دین، اونم در مسائلی که معمولاً دیگران رعایت نمی کنن. یعنی خیلی ها هستن نمازشون نمی خونن هم خمسشون رو نمی دن چون مسئله پولیه، مالیه. آقای خمینی اینو گوش کرد، تأملی کرد، گفت این بحث رو خاتمه بدید، دیگه راجبش حرف نزن. شاید بشه رویه برخی رسانه‌ها در انتشار اتهامات رو هم ناشی از برداشتی دونست که انگار مطابق اون وقتی با افراد خاصی سرکار داشته باشیم صحت اتهاماتی که علیهشون منتشر میشه در اولویت قرار نداره. یکی از صریح‌ترین اعترافات به کاربرد این رویه زمانی از سوی امیر طاهر حسین خان، مدیر مسئول یکی از سایت‌های منتشر کننده اتهام‌های اخلاقی علیه منتقدان حکومت به نام صلح نیوز صورت گرفت. سایتی که در مقطع بعد از انتخابات 1388 بسیار فعال بود. آقای حسین خان که در زمان دولت دهم سردبیری روزنامه دولتی شهروند امروز را هم بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای در بهمن 1392 اعلام کرد: سیاست این است که ما باید ضد انقلاب را بی‌حیثیت کنیم. من در برابر ضد انقلاب و معاندان هیچ خط قرمزی ندارم. این را در رسانه هم تعریف کردم، حال خبرسازی باشد یا هر چیز دیگری. او در پاسخ به سوالی در مورد سند یک اتهام که در این سایت علیه مهدی کروبی منتشر شده بود گفت: ما مملکت را که نمیتوانیم این گونه اداره کنیم که برای هر چیزی سند رو کنیم. اینطوری سنگ روی سنگ بند نمیشود. ما خط قرمزی در برخورد با ضد انقلاب نداریم. کروبی و موسوی اصلا جزء آدمی زاد نیستند. اینها نفس کشیدنشان را مدیون نظام هستند. چون این رویه‌ای اگرچه به طور عمده علیه منتقدان حکومت به کار رفته، اما در یک نگاه گسترده‌تر انگار به تمام کسانی توسعه پیدا کرده که بدنام شدنشون به مصلحت تشخیص داده شده. یک نمونه جنجالی از این رویه در دی ماه 1377 و به دنبال خبرساز شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. با توجه به تجربه خودم در زمینه‌های گوناگون اداره کشور در طول این 20 سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی، من نمی‌توانم باور کنم و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد اینها بدون یک نمایشنامه، به قول آقایون بدون یک سناریوی خارجی باشد. نمی‌شه، چنین چیزی ممکن نیست. این مگر می‌توانه بیگانه نباشد و این تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی شده ای نباشه؟ باید بگردم پیدا کنم. من به شما برادران وزارت اطلاعات دارم میگم، البته خصوصی هم پیغام دادم، باید گشت عوامل را پیدا کرد، سرنخا را پیدا کرد و نباید به این آسانی گذشت. در چنین فضای روزنامه کیهان که مدیر مسئول اون را آیت الله خامنه‌ای منصوب می‌کنه، مطالب متعددی رو در اثبات روایت رهبر از ماجرای قتل‌ها منتشر کرد. البته ادعای وابستگی عاملان قتل‌ها به خارج در بیانیه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده بود هم تکرار می‌شد. اما روزنامه کیهان گذشته از انعکاس بیانیه‌های قوه قضاییه، خبرهای اختصاصی رو هم در مورد پرونده قتل‌ها و شخص سعید امامی به چاپ می‌رسوند. کسی که به عنوان عامل اصلی قتل‌ها معرفی شده بود و سازمان قضایی نیروهای مسلح در 31 خرداد 1378 گفت خودکشی کرده. دامنه این خبرها از معرفی سعید امامی به عنوان عامل اصلی مشکوک در ارتباط با بیگانگان گرفته تا افشاگری در مورد سفر مخفیانه امامی به اسرائیل و ادعای نفوذش در جناح راست به دستور اسرائیلی ها رو در بر می گرفت. سعید امامی معاون اسبق امنیت داخلی وزارت اطلاعات البته نقش تعیین کننده‌ای در سرکوب و حذف دگراندیشان در دهه 1370 داشت.
اما در وفاداریش به جمهوری اسلامی تردیدی وجود نداشت و اتهام ارتباط او با اسرائیل از هیچ مبنایی برخوردار نبود. بعد از اعلام خودکشی مشکوک امامی در 31 خرداد 1378 هم این مدیر سابق دستگاه اطلاعاتی ایران با سنگ قبری که روی اون شهید سعید امامی نوشته شده بود در بهشت زهرا به خاک سپرده شد که قاعدتاً اگر حکومت او رو جاسوس اسرائیل میدونست اجازه چنین کاری رو نمیداد. در خرداد 1380 بر روی اینترنت فیلمی از مراحل بازجویی تعدادی از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها و نیز همسر سعید امامی منتشر شد که به وضوح نشان میداد این زندانیان چطور برای اعتراف ساختگی به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی خارجی و فسادهای عجوب و غریب جنسی شکنجه شده بودند. اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟ من اصلا تا با حال اسرائیل نرفتم. میری یادم دو چهره ای بود که برای شبازمان سیاه کار میکرد. اون سیاه شد دوباره؟ نه من خودم برای گفتم که من برای خوش کار میکردم دو تایی ارتباطی برای اسرائیل و آمریکا کار میکردیم. بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی همسر سعید امامی رو برای اعترافات ساختگی شکنجه می‌کردند که در زمان معاونت خود امامی در این وزارتخونه بسیاری از منتقدان حکومت برای همین نوع اعترافات تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مثلا نویسنده سرشناس علی اکبر سعیدی سیرجانی که بعد از نوشتن نامه‌های انتقادآمیز با آیت الله خامنه‌ای دستگیر و به جاسوسی و انحرافات اخلاقی متهم شد. سیرجانی در آخرین نامه خودش به رهبر پیشبینی کرده بود که این نامه نگاری به بهای جانش تموم میشه. او هم مانند سعید امامی از زندان زنده بیرون نیومد. مسئولان امنیتی در 4 آذر ماه 1373 مدعی شدند که سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل اینتلیجنس که بنده الحمدلله هر پنجش هستم یادتون باشه. یک شباهتی میان ایدئولوژی نظام‌های تمامیت‌خواه و محتوای شایعاتی که در ارتباط با مخالفینشون تلاش می‌کنن پخش بکنند وجود داره. مثلا به عنوان مثال اگه شما کشورهای کمونیستی مثلا شوروی سابق رو در نظر بگیرین، در اغلب موارد اموری رو که از حوزه خصوصی افراد سعی می‌کردن بیرون بکشن و به نمایش بگذارن به مسئله امنیت ملی، به مسئله همکاری با نیروهای بیگانه، با کشورهای امپریالیستی و یا یک وجه دیگرش تعلق خاطر به دشمنان طبقاتی. در جمهوری اسلامی علاوه بر این مواردی که گفتم، از اونجایی که حکومت تمامیت خواه همزمان خودش رو یک حکومت دینی تعریف کرده و به نوعی تلاش میکنه که یک نظارت اخلاقی بر زندگی خصوصی افراد نیز داشته باشه، بخش مهمی از شایعاتی هم که سعی میکنه ترویج بکنه به مسائل اخلاقی و یا به قول اینها به مسائل شرعی برمیگرده. روابط نامشروع، داشتن گرایشات همجنسگرایانه بخش همیشه مهمی از شایعاتی بوده که تبلیغ کرده. تو مسائل جنسی هم تو زنش بودی؟ ها؟ تو زن اون بودی؟ آقا چون این بچه ها رو نمیاریم اینجا بشونی؟ اصلا بریم اون اتاق دوربین بذاری؟ بچه ها رو بیاریم دونه دونه رابطه هاشون رو با این بگن. زیاد شدن دید تو اتاق رو پیشید موسیقی اینجا بایسته دو ده اینجا سعید هم همینجا خوبه؟ با همین پاسه تو هم تو این وسط بودی چه شکلی نقش رابطه بازی کردی؟ خب اونی که تو گفته گوش بده، اونی که اینو گفته بقیهش هم گفته،
بهت رحم نکردم بدبخت. امروز یک فاحشه، یک جاسوسه، یک کثیفی. اونم میدونی با قرآن با خود قرآن چه میکردی؟ پرزش میکردی نیوش دیگه امروز حق قرآن ادا میکنی، میگی این کارا رو کردم، خدایا منو ببخش، کمکم کن بتونم توبه کنم، یا دیگه ادامه میدیم سخت الان شنیدی؟ فعلا بده اشکاله چیکار میکردی با صفحات قرآن؟ یکم به بدن هم بیماری خب کجای هم بیماری؟ از نظر تاریخی هرچند مجاز شمردن تهمت در موارد خاص به کرات با بهانه‌های اعتقادی توجیه شده، از جمله قربانیان عمده این رویه روحانیون یا حتی مراجع تقلید بودند. مراجع دینی فتوا میدن. بنابراین وقتی که مثلا عموم مراجع یک فتوایی دارن، یعنی یک نوع اجماع نسبی در میانشون هست، اگر یک مرجع تقلیدی بیاد سنت شکنی بکنه، بیاد یک فتوای تازه در مورد مثلا ربا بده، احساس میکنن که به اون اتوریتشون، به اون ساختارشون، بافتشون آسیب وارد میاد، نفوذ اجتماعیشون کم میکنه. و در دوران جمهوری اسلامی هم که با قدرت سیاسی مطلقه و ولایت مطلقه پیوند خورده و طبعا میبینیم که اگر علما و روحانیون هرچه مرتبهشون، موقعیتشون برجسته تر باشه، نفوذ اجتماعیشون بیشتر باشه، ظرفیت نظریه پردازیشون، نفوذ کلامشون بیشتر باشه، با واکنش شدیدتری مواجه میشن. اون وقت از ابزارهای مختلف به تناسب شخصیت استفاده میکنن. ممکنه به یکی نتونن بگن فاسق، به یکی نتونن بگن که نمیدونم مرتد، اما از بهتان ممکن استفاده کنن، از تبلیغات غیر مستقیم و بلتنویسی استفاده کنن. برخی از منتقدین جمهوری اسلامی و میشه گفت مهمترین منتقدان جمهوری اسلامی از روز اول مراجع تقلید بودن. بعد میبینیم به برخی از اینها که خب همه اینا مورد مقلدینشون، بالاخره الگوهای دین بودن، الگوهای تقوا بودن، یکی رو متهم میکنن به فرض بکنید همکاری با ساواک و سفارت آمریکا و امثالا. خب مطالبی بود که اون زمان در مورد آقای شریعت مداری گفته شد. بعد در مورد آقای منتظری که رسید در سال 67 که ورق برگشته بود و نظر حاکمیت، نظر نظام، نظر دیگری شده بودی بود که چندین بار به بیت ایشون حمله شد، 7 بار تا حالا حمله شده. من یادمه یک بار ذکر کردن که آقا در بیت آقای منتظری عکس‌های مستهجن و بطری مشروبات الکلی پیدا کردیم، که خب هر کسی میفهمید که این جز همین از چشم مردم انداختن چیز دیگری نیست. محسن کدیور در کتاب انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی، ارزیابی مواجهه جمهوری اسلامی با آیت الله سید محمد روحانی، سرنوشت یکی از مراجع تقلید قربانی بهتان رو بازخوانی کرده. آیت الله روحانی در مقطع تبعید آیت الله خمینی به نجف در فاصله سالهای 1344 تا 1356 احتمالاً معروف‌ترین روحانی مخالف او در این شهر بود. از سال 49 حواشی آقای خمینی اتهامات رو متوجه آقای روحانی کردن و این اتهامات 3 اتهام بود که یکیش بسیار بزرگتر بود و خیلی پخش شد و اون این بود که چکی از ناحیه ساواک در وجه آقای روحانی رسیده و به آدرس اشتباه به دست ما رسیده و اونجا هم ریال و دینار رو اشتباه کرده بودن که معلوم شد چک جعلیه. و دیگریش اینه که ایشون رو فعل واقع به عنوان متهم میکنن که قصد سوء قصد با آقای خمینی داشته و سومش هم مزدور دربار معرفیش میکنه. اتهام دوم و سوم خیلی زود توسط خود آقای خمینی و حواشیشون تکذیب میشه، یعنی به یک نحوی میکنن که ایشون کاملا این رو نادرست میدونه و اون حواشی هم که این کارا رو میکردن ابراز میکنن که این بعدن البته ابراز میکنن که این اشتباه بوده. اما در مورد اولی، در مورد چک، این بر اساس اسنادی که از اونجا مونده، یکیش جلال الدین فارسیه که اون زمان پاشده رفته نجف و یکی از گزارشگران اون هست و هاکزا آقای سید عباس خاتم که جزء دفتر استفتای آقای خمینی بوده، در اون زمان تکذیب نمیشه، نه از طرف شخص آقای خمینی و نه از طرف حواشی.
20-30 سال بعد این افراد، افرادی که سازنده این شایعه بودن، شروع میکنن به اینکه اشتباه بوده و از رو نفسانیات بوده، بدون که بگن ما بودیم و یا افراد رو معرفی کنن. آقای روحانی از سال 49 به بعد که این اتهام مطرح شد، به علت رشد انقلابیون در میان ایرانیان و در میان شیعیان، فلواقع اتهام چسبید، اتهام پذیرفته شد و جلال الدین فارسی که اون زمان به نجف آمده میگه تا چند ده سال بعد، 10-15 سال بعد افرادی باور کرده بودن این اتهام رو. خود من اون زمان در حوزه قم برای اولین بار اصلا جای نخوندم، شنیدم، یعنی این مطلب هنوز مطرح بود که ایشون همچو کاری کرده. عملا این واژه رو من به کار بردم، حیز انتفاع ساقط شد و نتوانست دیگه سر بلند کنه. قابل توجهه که با وجود کذب بودن قطعی اتهام وابستگی آیت الله روحانی به ساواک، بعضی از مخالفان این مرجع تقلید معتقد بودند که اساسا فرقی نمی‌کنه برای چنین اتهامی مستنداتی وجود داشته باشه یا نه. به عنوان مثال عباس علی عمید زنجانی، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های آن که سالها در دانشگاه ایران به عنوان یک منبع تاریخی تدریس شده، بعد از درگذشت آیت الله محمد روحانی در کتاب خاطراتش نوشته: این نامه چه کذب باشد و چه صحت داشته باشد فرقی نمی کند. اصلا آقا سید محمد وضعش جوری نبود که احتیاج داشته باشد با ساواک همکاری کند و همکاری غیر مستقیم داشت. به عنوان مثالی دیگه میشه به این گفته منیرالدین حسینی شیرازی از شاگردان آیت الله خمینی در نجف اشاره کرد که 6 سال بعد از درگذشت آیت الله روحانی در دفاع از انتساب این مرجع تقلید به ساواک نوشته: اگر کسی آب به آسیا به ابلیس ریخت، نفس همین امر برای انتساب به ساواک کافی و از هر سندی بالاتر است. شبه روشن فکرانی که مجموعه تلویزیونی هویت سرنوشت آیت الله محمد روحانی همان نوع استدلالی رو یادآوری می‌کنه که در گذشته مکررن برای طرح اتهامات غیر مستند علیه دیگر اندیشان یا منتقدان جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. مطابق این شیوه استدلال، ممکنه مستنداتی برای متهم کردن یک فرد به موضوعی خاص وجود نداشته باشه، اما او در عمل به گونه‌ای رفتار کنه که به لحاظ تحلیلی اون اتهام قابل طرح باشه. با استفاده از چنین روشی، انگار حتی دیگه لازم نیست که برای بدنام کردن یک نفر دست به اغراق یا بزرگنمایی چیزی زد، بلکه حتی میشه به خلق داستانهایی به کلی ساختگی پرداخت. یک نمونه معروف از این رویه وقتی بود که مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان، اقداماتی رو علیه حجاب اجباری شروع کرد. روش خانم علی نژاد البته موافقان و مخالفانی داشت، اما واکنش بعضی رسانه‌های حکومتی به اقداماتش انتشار اتهامات اخلاقی بود. شنیده شده چند شب گذشته یکی از مهره‌های رسانه‌ای فتنه‌گران که چند وقتی سعی در اخفال زنان و دختران ایرانی برای کشف حجاب داره، به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی 3 نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. من داشتم با پسرم تو خیابون راه می‌رفتم که برادرم زنگ زد از ایران و ازم پرسید که مسیح جان همه چی خوبه؟ امن و امانی؟ گفتم آره همه چی خیلی خوبه. گفت فقط می‌خواستم بهت بگم محکم باش. خیلی تعجب کردم چون اصلا خیلی بی‌رفت بود این حرفش برای من. بعد از طب همسرم هم زنگ زده بود که مسیح همه چی خوبه، خوبی، و شک کردم. رفتم خونه، وارد اینترنت شدم و تازه فهمیدم که صدا و سیما یه خبری گفته که از اساس دروغه. همم دارن راجع به این حرف میزنن که صدا و سیما گفته به مسیح اینجا در خیابونای لندن 3 مرد تجاوز کردن و شرم‌آورترین قسمتش هم این بوده که گفتن پسرش هم شاهد تجاوز مادرش بوده و الان حالش بده و رفته بیمارستان. من انقدر یعنی شوک به انوار شده بود، نمیدونستم بعد چیکار بکنم. مادرم زنگ زد و مادرم شوکه به گریه کردن و به مادرم داشتم میگفتم همه چی خوبه، هیچ اتفاقی نیافتاده، ولی میگفت آبرومون توی روستا رفته، من به خاله ها به عمه ها چی بگم؟
ممکنه برخی بگن که همه خبرهای صدا و سیما رو مردم باور نمیکنن، افکار عمومی با تردید به اخبار صدا و سیما نگاه میکنن، ولی شخصا تجربه دیگری داشتم. یعنی میدیدم حتی دوستان صمیمی و نزدیکم بهم زنگ میزنن و میپرسن در مورد این خبر تجاوز تو الان خوبه؟ یعنی هیچی نبود، همه چی خوبه؟ یعنی در واقع خیلی هم باور کرده بودن که شاید یه چیز کوچیک اتفاق افتاده، حالا صدا و سیما داره اغراق میکنه، داره بزرگش میکنه. و من بعد برای اونا توضیح میدادم که نه، وقتی یه چیزی تهمته از اساس دروغه و اونا دارن فقط برای اینکه نابود بکنن یه آدم رو تهمت میزنن. گاهی اوقات افراد با نقطه نظرات سیاسی یک فرد دیگه اختلاف نظر دارن، گاهی اوقات حتی با گروه اجتماعی اون فرد مشکل دارن بدون اینکه با خود اون فرد مشکل خاصی داشته باشن. با این حال وقتی که چنین شایعاتی مطرح میشه در سطح جامعه، این شایعات رو به عنوان مستنداتی که اون بدبینی ها رو و اون گمانه‌زنی های گذشته رو در واقع تایید میکنه مورد استفاده قرار میدن و چندان نگرانی اینو ندارن که آیا این خبر حتما موثق هست یا نه. ممکن من فعالیتای داشته باشم خیلی خوششون نیاد از من، دوستم نداشته باشن، یا اصلا از من متنفر باشن، ولی من نمیفهمم چرا تهمت جنسی میزنن. یه زمانی خبرنگار مجلس بودم، فیشای حقوقی نماینده ها رو افشا کردم، اما وقتی اخراجم کردن دلیلش رو تهمت جنسی که مسیح نژاد با این رابطه داره، با اون رابطه داره، با اون، یعنی با زمین و زمان رابطه داشتم انگار. و وقتی اومدم بیرون ایران راجع به حجاب کار کردم، دوباره بحث تجاوز. حتی مخالفان حکومت، من خیلی وقتا میبینم که اونها هم همین ابزار رو استفاده میکنن و تهمت جنسی میزنن تا یک نفر رو تخریب کنن، منزوی بکنن. خب این نشون میده که حکومت میدونه که حمله جنسیتی به یک زن هنوز خریدار داره. من تصمیم گرفته بودم که به جای اینکه بشینم گریزداری بکنم، برم شکایت بکنم که یه نتیجه‌ای بده. به دستگاه قضایی خود ایران شکایت بردم، از صدا و سیما و آقای یامین پور که یکی از مجریان سابق تلویزیون نوشته بود توی وبلاگش که مسیح نژاد فاحش است. وکیل گرفتم، خانم گیتی پور فاضل داخل ایران، و شکایت رو برد تقدیم دستگاه قضایی کرد، ولی قرار منع تعقیب صادر کردن و هیچ پاسخی ندادن. قبلا هم این اتفاق بر من افتاده بود که وقتی از مجلس اخراج شده بودم، خانم شیرین‌آبادی وکالت من رو به عهده گرفت از نماینده مجلس که تهمت جنسی در زن شکایت کرده بودم. اون موقع هم دستگاه قضایی هیچ پاسخی نداد و در واقع حکم داد و نماینده مجلس رو تبرئه کرد. بی نتیجه موندن شکایت مغضوبان حکومت حکایت آشنایی در دستگاه قضایی ایرانه. مغضوبانی که مکررن در رسانه‌های حکومتی و از جمله صدا و سیما که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه مورد اتهام قرار می‌گیرن و شکایتشون به دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نمی‌رسه. دستگاهی که اون هم از جمله نهادهای زیر نظر رهبری محسوب میشه. در دوره آیت الله خامنه ای از یک سو می‌بینیم که ایشون گاهی به تلویح یا احتمالاً به تصریح نهی کرده از این نوع اعمال، یعنی متهم کردن افراد، بردن آبروی افراد، حفظ حرمت افراد یا جنبه سلبی ایجابی اینا رو گفته. اما اون چی که شاهد و ناظرش هستیم و به کرات اتفاق افتاده و همچنان میفته این است که نه آبروی مردم، نه عرض کنم مال مردم، جان مردم، خون مردم یا احترام مردم، امثال اینها چندان رعایت نمیشه، بلکه مرتب هم مورد حمله قرار میگیرن، مورد تعرض قرار میگیرن. من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیمی با آقای خامنه‌ای بگم مثلا ایشون لزوما این رو فرمان داده یا نداده، ولی وقتی که میبینیم جلو چشم ایشون اتفاق میفته و بعد ایشون سکوت میکنه و سکوت رو دلیل بر رضا میگیرم. این حوادث اتفاق افتاده، مردم رو بی‌آبرو کردن، مردم رو بدنام کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، نمایندگان شما، سخنگویان شما، با شما هیچ کاری نمیکنید و نکردید و شما میتوانید، شما مثل دیگر ارباب قدرت نیستید، شما می توانید جلوی اینا رو بگیرید. کدام عملی رو شما انجام دهید به جلوگیری اینها؟ و اگر بود نصار شما کجا میبینیم؟ بنابراین این رو من به معنی تایید این گفتار و رفتار و اعمال میبینم، به خاطر اینکه حفظ نظام از اوجب و واجباته. استفاده از بهتان البته رفتاری نیست که منحصر به حکومت باشه. در واقع حتی برای خیلی از مردم عادی انگار تهمت زدن تنها علیه آدم‌هایی بده که باهاشون موافق باشن. با وجود این، در ارتباط با ترویج تهمت، حکومت ایران مسئولیت ویژه‌ای داره. اتهام پراکنی مقام‌ها یا دستگاه‌های رسمی، انتشار اتهامات در رسانه‌های وابسته به بودجه عمومی و بیطرف نبودن قوه قضاییه در برخورد با موارد تهمت،
مسئولیت حکومت در این زمینه رو طبیعتاً بیشتر از هر نهاد یا گروه دیگه‌ای برجسته می‌کنه. حکومتی که البته در مورد اتهام زنی به کسایی که اونها رو خودی می‌دونه حساسیت داره، ولی آبروی غیر خودی‌ها رو اساساً موضوع قابل توجهی به حساب نمیاره.